اما بحث امروزمون یک تمرینه که با انجام دادنش اول از همه حال خودتون بسیار خوب میشه، قدرت اثرگذاریتون بالا میره و بعد میتونید رابطتون رو بهبود بدید و فرد مقابل رو تحت تاثیر مثبت قرار بدید. این تمرین رو انجام بدید و بعد به من بازخورد بدید که چه تأثیراتی روی شما داشته. عنوان تمرین هست مچگیری مثبت. مچگیری مثبت یا تعریف و تحسین کردن به جا و به موقع. تعریف و تصدیق، تعریف و تحسینی که صادقانه است و فرد مقابل وقتی میشنوه احساس خوبی بهش دست میده. خب چند تا نکته داره این قضیه. اولین نکتهش اینه من اگه بخوام از کسی تعریف کنم اول باید بهش توجه کنم که چیز مثبتی درش پیدا کنم، ظاهرشه، رفتارشه، یکی از عادتهاشه که تا حالا توجه نمی کردم یا توجه می کردم ولی بازخورد نمی دادم، بهش چیزی نمی گفتم. از امروز هرگاه در ارتباطاتتون در هر رابطه ای به فرد مقابل رسیدید توجه کنید، در اون نکته مثبتی رو پیدا کنید و بازخورد کلامی بدید. اما این بازخورد کلامی کلی نباشه که تو چقدر خوبی نباشه، حتما راجع به اون خوبی مبهمه. باید دقیقا بگید که چه چیزی در اون میبینید که به نظر شما خوبه. بله این ارتباطات رو خوب میکنه ولی در اصل ارتباطات رو قوی میکنه، جذابیت شما رو بالا میبره، ولی در اصل حال شماست که داره اول از همه و قبل از هر چیز بهتر میشه، چون انتخاب کردید که به نکات مثبت دیگران توجه کنید. این تمرین مچگیری مثبت همواره اتفاق بیفته، یعنی هر روز انجامش بدید. در فرد مقابل چیزی میبینید، مثلا بهش میگید چقدر حالا لباست قشنگه، چقدر سلیقت خوبه، چقدر خوبه که من تو رو تو موقعیت های پرتنش میبینم که با آرامش برخورد میکنی، یا تو چقدر شنونده فعالی هستی، خوب میشنوی، گوش میکنی. ما در هر آدمی میتونیم پیدا کنیم نکات و ویژگی های مثبت رو و اون نکات مثبت رو به اونها بازخورد بدیم، یعنی آینه‌ای بشیم، آینه‌ای که میخواد زیبایی ها و خوبی ها رو به طرف مقابل بده. با این کار اون ویژگی ها و رفتارها در فرد مقابل تقویت میشه، بیشتر میشه. و قصد ما، یکی از مقاصد ما اینه که بتونیم آدم مقابلمون رو هم احساسش رو خوب کنیم، هم رفتارهای مثبتش رو تقویت کنیم. چند تا نکته‌ای که وجود داره اینه، خیلی مهمه این پیام‌ها صادقانه باشه، یعنی برای تحت تأثیر قرار دادن دروغ نگی، این خیلی مهمه. دومی که اگر شما تا حالا این گونه عمل نمی‌کردید، حالا یه دفعه تغییر نکنید، یه دفعه شروع نکنید به بمباران کردن اطرافیان، خیلی تدریجی این کارو کنید، یعنی به یک نفر یک بار در طی روز، تا یواش یواش این ویژگی در شما تقویت بشه. در زمان و مکان مناسب تعریف کنید. یعنی چی؟ یعنی اگه فرد مقابل حالش خوب نیست، شرایط رو تشخیص بدید. اگه حالش با خودش بده، اگه عصبیه، خوب نیست برید بهش بگید که چقدر لباست قشنگه، چون او این برداشت رو میکنه که شما اصلا متوجه حالش نیستید، درک درستی از وضعیتش ندارید. درسته پیام شما مثبته، اما اون پیام مناسب این شرایط برای او نیست و او احساس میکنه اطرافیانش توجه و درک خوبی از او ندارن. پس سعی کنید اول تشخیص بدید فرد مقابل شما گیرنده پیام شما هست، آمادگی داره این پیام مثبت رو بپذیره و بعد احساس خوبی بکنه،
اگر نیست پس الان این کارو نکنه. یا چه زمانی؟ زمانی که با همدیگه مشکل داشتید، کدورت داشتید، اختلاف داشتید و هنوز حالتون از هم خوب نیست. بعد ممکنه شما به اشتباه بگید بذار برم یه مشکلی مثبت کنم، شاید حالش از من خوب بشه. نه، اون هنوز اون مسئله حل نشده رو در ذهنش داره و اگه برید پیام مثبتی بدید تازه گارد میگیره. چیه؟ اومدی منو گول بزنی؟ اومدی فریبم بدی؟ این پیام چه ربطی داره؟ پس هوشیارانه در زمان و موقعیت مناسب این کار رو انجام بدید. وقتی که تعریف میکنید تعریفتون رو خیلی بزرگ انجام ندید. مثلا تو بهترین همسر دنیا هستی، تو بهترین، یا همسرتون به شما بگه تو بهترین آشپز دنیا هستی، یا تو بهترین یا خوشتیب ترین آدمی هستی که من تا حالا دیدم یا میشناسم، یا تو با همه فرق میکنی، خیلی بهتر از بقیه. دوستان این اغراق‌آمیز گفتنه باعث میشه دو تا اتفاق بیفته. وقتی میگی تو بهترین هستی، یکی توقع شماست که داره بالا میره و میگید خب اگه بهترینه پس باید همیشه این گونه باشه و این یه برنامه ریزی نامناسبه. دوم این که وقتی میگی تو بهترین هستی، در اون فردم استراب ایجاد میشه که خب من دفعات بعد نکنه مشکل پیدا کنم و ضعیف بشم و انتظار داره مدام این مدل پیام ها رو از شما بگیره. من امروز دارم راجع به مچگیری مثبت صحبت میکنم، یا تعریف و تمجید صادقانه که هم رابطه رو تقویت میکنه، هم گوینده این پیام احساس بسیار خوبی راجع به خودش داره که تونسته اثرات مثبت بذاره، هم گیرنده و شنونده حالش خوب میشه اگه در شرایط مساعد بشنوه. همه آدما خوبن، همه آدما ویژگی‌های مثبتی دارن که اگه ما ببینیم میتونیم باهاشون درباره اون حرف بزنیم. اما مشکل اینه که ما ضعف‌های آدما رو بیشتر مورد توجه قرار دادیم از کودکی تا قوت‌هاشون رو. یه سری باور اشتباه داریم، یا اینکه خودمون هم در کودکی از کودکیمون زیاد پیام‌های مثبت از خانواده نگرفتیم و یاد نگرفتیم که این کار چقدر اهمیت داره. حالا دارید شروع میکنید دوباره خودتونو اون خیشتن قوی و اون خیشتن اثرگذار و عاشق رو فعال کنید. پس تمرینات رو انجام بدید، عاشقانه انجام بدید، نه یک روز. سعی کنید تمرینات رو چند روز انجام بدید تا در وجودتون بشینه و یواش یواش تبدیل به عادت شما بشه. این تمرین تأثیرات فوق‌العاده‌ای در همه جنبه‌های زندگیتون داره، چون ذهنتون رو داره یک ذهن مثبت میکنه. دعامون رو انجام بدیم. خداوندا، خدایا کمکم کن خوبی‌ها و زیبایی‌ها را در دیگران جستجو کنم و ببینم و به آنها بگویم و بازخورد دهم. با عشق و آرامش زندگی کردن چقدر زیباست. آمین. امیدوارم پر دستاورد و پر آرامش و مؤثر باشید. خدا نگهدار. برای دریافت مطالب آموزشی رایگان بیشتر این مطلب رو لایک کنید، در کانال ما سابسکرایب بشید و نوتیفیکیشن رو روشن کنید تا از آخرین ویدیوهای ما مطلع بشید.